بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فاوض بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم برادران محترم وخوهران جرامي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوار هستم که لحظات خوب داشته باشید بیاری پروردگار انشاءالله سلسله از برنامه هایی را تحت عنوان لحظات تلایی با اخلاق اسلامی خدمت شما در کلب های کوتا کوتا و مختصر که بیشتر از چار دقیقه پین دقیقه وقت را نخواهد گرفت خدمت شما ارائه میکنم کنم و امیدوار هستم که بر ما و بر شما و تمام مسلمانایی که از او میتونن استفاده کنند مفید واقع شوند چون عنوان درس لحظات طلایی با اخلاق اسلامی هست ضرورت است که اول کلمه اخلاق را یک تعریف داشته باشیم اخلاق در لغت جمع خلق یا خلق که مترادف کلمه خلق است میباشد به معنای خصلت یا عادت خو گفته میشه که در مقابل این واجه کلمه خلق است خلق عادتا شکل ظاهری را نشان میته اما خلق او یک امر باطنی هست در رابطه با تعریف اصطلاحی اخلاق تعریف زیادی وجود داره اما در این زمینه یک تعریف از امام غزالی رحمت الله علیه کورا خلق المؤمن دکتر مصطفی مراد در کتاب خود نقل کرده او را خدمت شما عرض میکنم امام غزالی رحمت الله علیه میگه که اخلاق یک وضع و کیفیت نفسانی استوار و راسخ است که های آدمی از آن با سهولت و آسانی می میشود به آن که نیازمند به تفکر و اندیشیدن باشد به با تعبیر آسانتر این کیفیتی است که در باطن انسان سوخ پیدا میکنه و به مبنای آن فعل از انسان به سهولت و آسانی صادر می شود و اگر این کیفیت و وضعیت در داخل خوب بود صدور فعل خوب میشه با او اخلاق حسنه گفته میشه و اگر این کیفیت رسوخ افتاد در باطن بد بود صدور فعلا بد است به او اخلاق سعی گفته می شود همین لب و لباب اخلاق تعریف اخلاق است اگر به تعبیر وسیع تر بگیریم اخلاق عملی کردن آنچه که خداوند جل جلاله امر کرده در همه میادین و اجتناب کردن آنچه که خداوند من کرده در همه میادین این در همه عرصه ها کسی که ایره انجام میته میشه که بو بلازی بگویم که یادم هم صاحب اخلاق است و کار با اخلاق کرده این معنای اصطلاحی اخلاق است بعضی مردم اخلاق تو فکر کرده که خنده کردن است مذاق کردن است میگن که نمیبینی فلانی بسیار آدم خوب بود یک گپزار خنده بود خنده ده توسم در چوکات جز از اخلاق نگست اما خنده های گردکفانک خنده های که به حد بسیار زیاد مبالغ آمیز می باشه و مبنای و خنده ها دروغ و تمسخور و نشخن می باشه و در شریعت اسلامی جا نداره او اخلاق نیست او را بد اخلاقی می گفت بنابراین اخلاق پسندیده اخلاق خوب است آنچه که شریعت گفته او را انجام بده و آنچه که شریعت گفته که او را انجام نده او را انجام نده ترک و از او دوری بکو ای اخلاق است به می اکتفا میکنیم در برنامه بعدی این موضوع را دوام خواهیم داد تا برنامه بعدی شما را به خدا بزرگ مسپارم